public opinion in European and other Western countries. And opposed to them, if you like, are these external opposition movements. So the Iranian regime attaches importance to them. So I wonder if you could just develop your view. I mean, I'm thinking in particular, of course, of the royalist movement. Given your background, I imagine you don't particularly approve of them, but I'd be interested in your view. And of course, PMOI-MEK. این دو سه میلیون ایرانی که تو سراسر دنیا وجود دارن طبقه کاملا تحصیل کرده هستن. و به لحاظ اقتصادی هم قوی هستن. اما اگر شما به وضعیت مبارزات تو چند سال اخیر تو همین خارج از کشور نگاه بکنید، شاهد خواهید بود که گروه های سیاسی رسمی قادر نیستند در همین حتی خارج کشور این تجمع به نام خودشون برگزار کنند. این جوان ها هستند که در تمام جهان سردمدار هستند. منم خودم به اون نسل گذشته تعلق دارم. این جوان ها همه رو به حاشیه بودن. قطعا این نسل از نسل ما باسوادتره و درگیر نزاع‌های شخصی که ما با هم داشتیم نیستن. وقتی ما در تظاهرات اونها شرکت میکنیم و شروع میکنیم با هم دیگه بحث میکنیم، اونا میگن برید بحثات رو به جای دیگه ببرید، ما اینجا برای دموکراسی داریم کار میکنیم. این کل ایران، مردم ایران، جنبش سبز ایران توافق کنن برای یک نظام دموکراتیک. ما با حق ویژه مخالفیم. در ایران علی خامنه‌ای به روحانیت حق ویژه داده. و میگن حکومت حق ویژه آخونداست. برخی دیگه از گروه ها در خارج کشور میگن حکومت حق یک خانواده خاصه. ما میگیم هیچ کس حق ویژه نداره و حکومت مال همین مردمه. نه آخوندها با ما تفاوتی دارن و نه یک خانواده خاص تفاوتی با دیگر مردم ایران داره.